آپدیت جدید کال آف دیوتی اومده، یه عالمه چرت و پرت اضافه کرده. اگه میخواید بدونید چه چیزایی اضافه شده و چه تغییراتی انجام شده، با من تا انتهای ویدیو همراه باش. بفرمایید. بیگ هکتور آخ قلبم. بیگ هکتور ایز هیر. خوش اومدید به یه ویدئوی جدید، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه قبل از اینکه بریم سراغ معرفی تغییراتی که توی کال آف دیوتی جدید ایجاد شده، لطفا کانال رو سابسکرایب بکنید، کامنت یادتون نره و حتما ویدئو رو لایکش کنید. حالا بریم سراغ تغییرات اساسی که توی کال آف دیوتی پیش اومده. من چرا دارم اینجا رو نگاه میکنم، اونجا رو برم نگاه میکنم. سلام بچه ها، چطوری؟ خب حالا بریم سراغ اولین تغییراتی که توی بازی ایجاد شده. اولین چیزی که شما میبینید سرعت پردازش و استارت بازی هستش، یعنی اولین چیزی که شما باهاش برمیخورید بعد از آپدیت کردن استارت سریع بازی هستش. خیلی سریع بازی میاد بالا و بازی عین تو صورتتونه. آپدیت جدید روی پی سی هایی که از کارت گرافیک های سری 40 استفاده میکردن بهینه سازی شده و بهتر داره کار انجام میده. شما میتونید الان DLLS بوزاد لردن رو فعال بکنید و های ریزولوشن و ماکسیموم فریم رو داشته باشید. بچه هایی که 40 دارن، ما که نداریم جدایه، بچه هایی که 40 دارن لطفا کامنت حتما بذارید ببینم که چند نفر اینجا لاکچری داریم. توی قسمت استوری مود بازی یه سری تغییرات ایجاد شده، نه اینکه مراحل تغییر کرده باشه، یه سری باگ فیکس ها انجام شده که زیاد چیز مهمی هم نیستش، چیز خاصی شما متوجهش نمیشید، فقط باگ فیکس بوده. اما میرسیم به مولتی پلیئر که یه سری آیتم ها اضافه شده، یه سری تغییرات توی اسلحه ها اضافه شده. مثلا برای اسلحه اسنایپ کت، اسلحه کت AMR ورداشتن، یه دونه اتچمنت جدید اضافه کردن و همینطور چند تا وست اضافه شده، جلیقه هایی که به شما یه پرک اضافه میده، اما به شرط اینکه شما اون پرکه رو استفاده نکن. مثلا میگم اگر شما یه جلیقه خاصی رو استفاده بکنی یه پرکتون رو بر میداره. اناقا بیاید بریم رو سیستم بهتون نشون بدم. خب بچه ها، همونطور که اینجا دارید میبینید وستایی که اضافه شده، Infantry West، Engineer West، Gunner West، Demolition West، Acto Comes West، OCT یا CCT ببخشید، CCT Comes West و Overkill West، Blablabla West. اینا اضافه شده. این پرکا قبلا بوده توی Call of Duty های قبلی، ولی الان به صورت West شما دارید میبینیدشون. یه سری پرکا به اسم Glove هستش، یه سری پرکا به اسم Boot هستش و یه سری دیگه از پرکا هم به صورت گیر، نه اون گیری که گیر بده بهتون. اولین وستی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم Infantry Vest هستش که Increase Tac Sprint Duration. اینجوری میدوید، اون سرعت شما رو بیشتر میکنه و تایمش رو بیشتر میکنه و همینطور Refresh Time، یعنی نفسش زودتر برمیگرده و زودتر شما میتونید بدوید. بعد انجینیر وست رو داریم که به شما اجازه میده اسپات انمی اکویپمنت، یعنی مثلا مین زمین باشه میتونید قرمز میشه شما میتونید ببینید. بعد فیلد آپگریدز رو میتونید ببینید، مثلا یکی خشاب بندازه زمین، اونجا رو میتونید ببینید میفهمید که یه دشمن چیزی شاید اون نزدیکی باشه. کیل استریک ترو والز، مثلا سنتریگان گذاشتن توی اتاقی جایی، شما میرید تو اتاق میبینید آه سنتریگان اینجاست، بعد تر 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 میزنه پارتون میکنه. اما اگر این وست رو داشته باشی به شما اجازه میده که شما از توی دیوار همون رو مشاهده بکنید. Aiming down sight highlight them to for the team، یعنی چی؟ خودم هم نمیدونم. Faster field upgrade recharge، فیلد آپگریدتون اگر داشته باشید سریعتر ریشارژ میشه. حالا میخواد تاکتیکال اینسرشن باشه،
مینوشن باکس باشه یا امینوشن باکس باشه. بریم سراغ گانر وست که به شما اجازه میده که ریلود اسپیدتون رو داشته باشید و وقتی دیپلوی میشید با مکس امو دیپلوی شده باشید. به خاطر همین بود من متعجب بودم، گفتم یا خدا چرا 200 خورده ای گلوله دارم من. نگو به خاطر این وسته بوده، الان خودم هم تازه فهمیدم چقدر خوبه با هم دیگه میفهمیم اینا رو. و همینطور ریلود اسپیدتون ریلود اسپیدتون بیشتر میشه، یعنی این گلنگدنه رو دیگه نمیکشی موقعت بره اعصابتو بریزه به هم، اینو دیگه نمیکشه، اینو شاتلاق میزنه شروع میکنید تیر زدن خلاص. میگه که اگر اینو بردارید دیگه گلاوز نمیتونید بردارید. برای مثال شاید هم میتونید بردارید، ولی برای مثال بوتس رو دیگه نمیتونید بردارید. اینجا نگاه بکنید پایین صفحه وست دیگر رو انتخاب میکنید، بوتس رو براتون باز میکنه که انتخابش بکنید، اما گانر وست رو بردارید بوتس رو از شما میگیره، یعنی یه چیزی میگیره یه چی بهتون میده، دو تا چیز البته بهتون. خب خوبه دیگه. آخه خب مثلا اون ور دیگه نمیتونید دد سایلنس بذارید خیلی سیسه آهسته رد شید برید لای دشمنه. وست بعدی دمولیشن وست هست، ریسوپلای لیتل اند تاکتیکال اکویپمنت اوری 25 سکندز. شما میتونید نارنجک یا فلش یا استان فلش گرنید و اینجور چیزا که تاکتیکال هستن و هر 25 ثانیه داشته باشید، نه اینکه بمیرید دوباره بیاد یا چه میدونم امینیشن باکس بندازید زمین. بعدی لول 40 آزاد میشه، ما نمیتونیم الان اینو برداریم، ولی خب بهتون میگم چیه. سی سی تی کامز وست، این وست برای دامادی خوبه. چی نوشته؟ آه increase duration enemy stay in radar zoom blablabla. این از رادار دشمن شما رو مخفی نگه میداره. میگه که and zoom and radar for nearby allies. او بازم نفهم. و duplicate effect not stagnant. ببینید اینجا شما میتونید با این وست دو تا گیر بردارید، یعنی اگر این جلیقه را استفاده بکنید میتونید 4 تا پرک بذارید به جای 3 تا، یعنی اون طرف که ابزارالاتتونه مثل هدست و بوزاد لردن میتونید 2 تا ازشون بردارید با این وست. و اما بعدیه آخرین اوورکیل وست. خب این مشخص هستن چی هستش، پرک اوورکیل رو ما قبلا داشتیم. پرک اوورکیل اولیش داشتن 2 تا اسلحه پرایمری بود که اینجا تغییر کرده. جالبیش اینجاست که تغییر کرده و به شما اجازه میده که ریلود وایل اسپرینتینگ، یعنی داری مثل اسب میدوی ریلود هم بکنی، و از اون طرف به شما این اجازه رو میده که نفس بکشی. increase weapon swap speed، یعنی سریع اسلحه رو عوض میکنه و این خیلی خوبه، خیلی. و یه سری تغییرات جزئی دیگه که در ویدیوهای آینده در مورد اونها صحبت میکنیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، حتما حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، لایک ویدیو فراموش نشه، کامنت هم بذارید. توی آپدیت جدید تغییراتی ایجاد شده که توی این ویدیو گفته نشد و خیلی اساسی بوده، ممنون میشم حتما بنویسید. مرسی. اول به فکر خودتون باشید، ولی فقط به فکر خودتون نباشید. یا حق.